سلام میکنم خدمت بینندگان. این قسمت از بخش کارمون بابت تعمیر مایکروویو هست. تعمیر مایکروویو یک سری اصولی داره که باید حتما رعایت بشه. اگر دستگاه ها رو باز کنید رو خود ترانس اصلی مادر بزرگ که برای مگنتورون هست، برچسبایی داره که با رنگ قرمز نوشته شده که به اصطلاح احتیاط شود، که برق خروجی این ترانس ها فوق‌العاده برق قوی هستش و خطرسازه. بعد مسائل دیگه ای که توی تعمیر مایکروویو مهم هست، اشعه مگنتورون هست که این قطعه باشه، اگر نشتی داشته باشه چه از داخل کابین، در کیپ نباشه، از دور در یا خود در اگه سوراخی چیزی داشته باشه، و پایه مگنترون که خوب اتصال داده نشه از دور، میتونه باعث نشتی اشعه بشه که باعث کور شدن و عقیم شدن میشه که اینم خطرسازه. بعد هنگام تعمیر هم باید خیلی دقت بشه که آرامش خود تعمیرکار باید حفظ بشه. کوچکترین اشتباهی میتونه منجر به مرگ یا خطرهای بزرگتری بشه که مثلا قابل جبران نباشه. بعد اتاقای ریکاوری هست، به اصطلاح اتاقکایی که جداگونه مثل کارگاه خود ما، باید اتاق کاملا جداگونه باشه، با یه در ورودی در هنگام تعمیر نه مشتری و نه شخص دیگه باشه طبق دستور اتحادیه. بعد دستگاهایی که عدم کارکرد دارن معمولا قطعی اونا چک میشه، ولی دستگاهایی که کارکرد ظاهری برد دارن و صفحه بردشون روشن میشه یا چراغ داخل کابین و مگنتورون المنت روشن بشه، ایراده دیگه باشه که اون بحثش جداست. ما تو این قسمت دستگاهمون بردش کاملا قطع بود که این برد از پشت باز شد و قطعی بردش به اصطلاح برطرف شده، بسته شده و دستگاه به اصطلاح الان ارور داره، که کلا این سبک دستگاه، دستگاه به اصطلاح توشیبای خود ژاپنه که وارداتیه، با ترانس اصلی که بیرون هست برق شهری 220 به 110 تبدیل میکنه، خروجی ترانس 110 هست. ما دستگاه رو به خروجی ترانس وصل میکنیم، که میبینیم که الان دستگاه صفحه بردش داره کار میکنه. ولی ارورش بابت قطعات‌های دیگه و خود ترانس حتی میتونه مشکلای دیگه‌ای داشته باشه، نوسان برق، پایین بودن برق و قطعات دیگه باید چک بشه که به اونم سر فرصت دیده میشه. یه چیز کلی بگم در رابطه با مایکروویو، مشتریای عزیز اگه دارن اینو میبینن، هیچ موقع سعی نکنن خودشون دست بزنن. اصلا کلا مایکروویو با لوازم خونگی دیگه خیلی فرق میکنه. خطرهایی که تو مایکروویو هست مقایسه کردنی با دستگاه دیگه برقی نیست، و اینکه کوچکترین شکی نسبت به کارکرد دستگاه اگر داشتن باید اصلاح بشه، مثل شل بودن در. به فرض مثال این در الان کیپ، دستگاهی هست که درش مثلا خیلی کوچیک باز میمونه که اصلا به هیچ عنوان نباید کوچکترین زمانی هم ازش استفاده بشه، چون اشعه میتونه از فضای باز بین در به بیرون نشت پیدا کنه و باعث مریضی ها یا کور شدن و عقیم و مسائل دیگه بشه. دقیقا اشعه‌ای که به بیرون نشت میکنه همون اشعه‌ای هست که مولکولای غذا رو به هم میسابونه و باعث اصطکاک و گرما میشه، که به اصطلاح میپزه، که میتونه خود بدن اون شخص که نزدیک دستگاه هستش رو به همون شکل بسوزونه سلولاشو. و در آخر اینم بهتون بگم که این دستگاه ها ظرفیتشون بسته به کابین بزرگتر معمولا ظرفیت داخلی دستگاه بیشتر میشه، که اغلبا مگنترون و ترانس خروجی قدرت تقریبا میشه گفت یک نواختی دارن.
فقط تو یه سری از دستگاه‌های اینورتر هست که به جای برد به جای ترانس بردایی استفاده میشه که اکثرا اونا هم دستگاه‌های پاناسونیک هستن که از وزن دستگاه کاهش پیدا میکنه و به سیستم دستگاه که بیشتر خروجی برق ترانس هستش رو تغییر میده به شکل حالت تقریبا میشه گفت مثل ترانسایی که برای دستگاه دیگه مثال جارو شارژی و مسائل دیگه استفاده میشه. ترانسای سیمپیچی داریم و ترانسای الکترونیکی که این ترانس سیمپیچی رو تبدیل به ترانس الکترونیکی کردن، معمولا بازدهی بهتری دارن که باید درست استفاده بشه. فقط یکی محافظه برق حتما باید تو این استفاده بشه چون دیگه جای ترانس شده برد و اون برد میتونه توی نوسانات برقی و دو فاز شدن ها مشکل ایجاد بشه توش.